ایام شریف، عید شما مبارک. ده اینی تو روزا باز اصرار امرایت نمیاری. تا دیروز که عید نبود هر روز هر طرف میرفتیم دخترک ما در بغل ما، امروز که روز کمایی است او رو رخانه موندی. ما برات چیز آنلاین روان نکنیم بودی جانه. مینه ده دوارو پریخت عداز آدم خانه ما فرهاد. ولی ملامت کی است؟ سلامت کی است؟ ایره باید از مردم بپرسیم. البته هر کس نظر خود داره، هر کس دیدگاه خود داره. شاین صاحب، دیر وقت است که زمزمه شما رو نشنیدیم. در افغانستان خود تکا تکا کده بودیم، حالا در خواهیم را مجرد هستین؟ جان درتان یا متحل هستین؟ به گفته یکام دوستان مجرد زاده شدیم و شاید مجرد هم بودیم. تا کس به سفید نبیارین دختر نمیدیم. زندگی چیز؟ خون دل خوردن. مرای جان، جان مگل جان، امی تو از من میترسی یا نه؟ جان مجیب جان، سه کار را باید درست انجام بدیم. صرفا را خوب بشوییم، لباسا را یا مرختا را خوب بشوییم و اولادا را خوب نگاه کنید. دیگه خلاص، از زندگی خوش و خوشبخت است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام بر بینندگان خوب تلویزیون آمو. ایام شریف، عید شما مبارک. خوشحال هستیم که در ویژه برنامه عید قربان در خدمت شما هستیم. صبح همتان بخیر. آرزو میکنم که صبح به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین و یک عید خوب و خوش در پیشوری داشته باشین. در ویژه برنامه عید قربان، ما مجیب عارض با همکارم سحر صفدری و یک کوت مهمانا گپا و قصه های خوش و جالب در خدمت شما هستیم. اعضای دل، سلام مرا هم پذیرا شوین. عید همگی تان مبارک باشه، قربانی ها قبول باشه. انشالله که خوش و خوشحال باشین، دمتان گرم باشه در کنار فامیلا و عزیزایتان. جای ما در افغانستان خالی، اما ما آمدیم و مهمان شما شدیم و اینجا میزبان جمع از افغانای عزیز ما و مهمانان گرامی ما که چند لحظه بعد در کنار ما خواهند بود. دوست داریم که شما هم با ما یک جا خوشحالی عید تجلیل کنید. بله، نمیفهم که همکاران ما آیا مهمان ما را سرپرایز نگاه کردن و یا یکی امرای مهمان ما دشمنی داره. او برادر نشان بده، فضا رو نشان بده که ما اینجا کت خرچی کردیم، مصرف کردیم و مهمانای بسیار عزیز و دوست داشتنی را خواستیم. در جمع ما به عنوان اولین مهمان سلیمان جان هدایت، گرداننده برنامه پربیننده گلشنبه است. سلیمان عزیز، عید شما هم مبارک باشه و بسیار خوش آمدین. شما دیگر تنها مهمان نیستین، میزبان هم هستین، خانه خودتان است. تشکر مجیب جان، سحر جان، ایام شریف، عید شما مبارک. عید شما مبارک. ای دوست مبارک و تو این عید سعید. دوستای عزیز و هموطنان عزیز، عید سعید قربان به شما مبارک باشه. طاعات و عبادات و حج حاجیای ما قبول باشه. خدا کنه که عید بخیر از عرفات آمده باشن و بخیر تیر شده باشن، مناسک حج به خوبی انجام داده باشن. امیر خان که سحر جان گفت، دور هستیم از وطن ولی هستیم. امی که تشکر از اینکه ما را دعوت کردین. یک کمک عجیب احساس میکنم که من مهمان واره در برنامه خودت آمدیم. بازم تشکر. بسیار خوب است که آدم مهمان باشه، مسئولیت ها کم میشه، اما دل آدم میشه که از میوه ایدم نوش جان کنه و قرار اما تو دب کده بشینه و تنها سوال ها رو جواب بده. مگر امی اول که ما آمدیم گفتن که دیار دست نزنین، خوردن اجازه نیست. نه، خانه خودتان است، میتونین بگیرین. ما دیگه از دل خود میگم. پرودیوسر برنامه خبر نشه، دانه دانه حساب است. از امیال وقت سوری رو خواندن. مهمان اول ما رو ببینین که ماشاءالله چی خوب تیپ و قیافه داره، ریش مقبول و متو بروتای خوب، صفت برود دیگه شخصه، خوب بروتای شخ شخ و بروتای چیزا شخ برود. بله، و این روزا عمو تو مهمان بسیار میچله. این رو در این وقتا دیگه مود شما مردم از بدل که کسی که اینمو تو ریش داشته باشه و اینمو تو قیافه داشته باشه، او
دی روزا گپ اول میزنه. نام خدا استایل سلیمان جان کست. ما نمیچلیم. نه مجیب جانو تو رو نیست. نه ما هم چلیدنش آخو بر صورت ولی گپ سرش زیاد است. اما نکاسات و کامنت های دوستا را کادم میخوانه یا اونتر میبینه هم جالب است برادم هم شاید ما برای از اونا جالب باشیم. دیگه چیزی که از مدیب جان دیگه ما را میگن چند ساعت میکپ کردن تان وقت میگیره با سلیمان جان هم میگه چند ساعت ریشانه کردن وقت شوی نه ما زود تجربه شده حال سرزان دیگه گفته چیزا اگر وقت شما که ما اگر وقت شوخی میگم وقت تان زیاد میگیره شما وقت فکر میکنم خانما زیادتر وقت می آماده شدن به خاطر عزیز که زود آماده میشن منتها در این زمان ما اگر یک لباس بپوشیم آماده شویم یا در مدت زمان ده تا را تغییر تبدیل میکنن تا که بدلشان شود شما یکمه که مشکل پسند است این از خاطر صورت عمل ما تیز شدن خدا دستای مال زود فعالیت میکنه خاطر نظر نشیم خیلی خوب عزیزان سلیمان هدایت برنامه شما حتما تعقیب کردین برنامه گلشنبه که در اواخر واقعا خیلی زیاد گل کرده و شبای گلشنبه که ما نمیفهمیم در کدام روز هفته ای گلشنبه است یه روزی که برنامه شما پخش میشه گلشنبه فقط ما روزی که برنامه ما دیدن گلشنبه هم روز از دیگه بله حالا یک روز در هفته اضافه شده روز گلشنبه گلشنبه به خاطر از این که مجیب جان که ما را تصمیم داریم که دیگه حق کپی رایتش هم میگیریم که بخیر از این بودن مو گلشنبه رسما به نام برنامه ثبت شده دیگه خیلی خوب واکنشا واقعا در مقابل برنامه تان عالی است و ما موفقیت به شما و همکاران تان در این برنامه تبریک میگم تشکر زنده باشین اگه همکار ما خوشبختانه امروز واسطه ما دبل هستم اومده اینجا هم باش هستیم جای نظیره جان خالی است که بزرگ ما نظیره جان است اگه اونا یک سفر داشتن رفتن در سفر دیگه گفتن ایده ما در سفر تجلیل میکنم جایشان خالی باز انشالله در ایدای بعدی امرای خود داشته باشیم اونتا به نمایندگیشان ایده ما برای امتانه از طرف نظیره جانم تبریک بله بخاطر که یادآوری کرده بودن که در این مانده بودن دقیقا گفته بودن که از طرف من یاد کنین که اگر من نبودم اید از طرف من تبریکی بدین و سلیمان جان یک موضوع دیگر هم میخواییم بر دوستا یادآور شوام که شما سلیمان جان به حیث یک گوینده تا هنوز میشناسین اما نام خدا مهارت های بیش از اندازه داره که شما در مورد او هنوز خبر ندارین و سلیمان جان من چندین بار خواستم که امو خطاتی هاشو بر شما نشان بتم اما تا هنوز موفق نشدیم بله ایده ای مقصر من هستم مجیب جان مقصر است انشالله که در برنامه آینده حتما امو خطاتی ها و نقاشی های آقای هدایت نشان میتیم و در این شک نیست که یک هنرمند و خطات خیلی خوب است تشکر زنده باشین یک ورزشکار هم هستن فقط میخوام بگم که در خطاتی خطاتی هم حتما یک دنیای از علم است و یک بحر است کدام خطا را شما بلد هستین و ماهر هستین کار میکنین ما یک نستعلیق و شکست هم میشناسم خط خو خطوط اسلامی و معمولا به نام خطوط اسلامی یاد میشه بتیداد محدودش من دسترسی دارم مثلا شکسته و نستعلیق و نسخ، سلس و دیوانی به این کم کم یکان ذره تمرین میکنم دیگه ما خدر چی نمیکنم شما یکم لطف کردین کوچک نوازی کردین این خطایی است که خطای خطوط متداول اسلامی است و ما به او کم کم دسترسی دارم بسیار نام خدا مقبول خطاتی میکنند انشالله یک برنامه باشه که مفصل در بایش صحبت بکنیم در کنارش یک ورزشکار بسیار خوب هم هستن عضو تیم ملی شطرنج هم بودین و در مورد از اون میشه صحبت بکنین چقدر وقت هم میمانیم به شطرنج در این وقتا وقت پیدا میکنین یا نه؟ نه ولی متاسفانه شطرنج یک واقعا یکی از بازی های بسیار مورد علاقه ایم است ورزش است در اخیت از من خوشبختانه از بسیار قدیم دیگه به حساب قدیم میگم چندین سال پیش از تیم ملی افغانستان هم بودیم چند مرتبه و در کنار دیگه دوستا یک ورزش سالم و سرگرم کننده است ولی گپ شما وقت گیر است که
متاسفانه دقدر وقت دیگه ورزش ذهنی است دقیقا متاسفانه دیگه زیاد وقت برش داده نمیتونم یکی وقت هم نیست و یکی هم همو دوستایی که امرایشان ما شطرنج میکردیم همو شطرنج بازای عزیز ما همگی تیتو پرک شدن دیگه به حساب هر جایی که هستن دوستای ما بشه اگر بر ما یاد بتین حالا باز ما عضو تیم میشیم هزار دفعه هزار دفعه میتونین که هر وقت هر تایم امرای شما شطرنج بازی کنیم قربانین شروع میکنیم سلیمان هدایت دوستا وقتی که دفتر میایه یکی از همکارای ما گوشیش میکنه میگه بیا بر ما این کلمه را یا این حرف بر ما خطاطی کو این جمله را یکی دیگه گوشیش میکنه که بیا که شما یک مسابقه شطرنج بزنیم دیگه سرش نوبت نمی باشه تایگرنده سرگردان پشتش میگرده که برادر بیا برنامه را پیش ببر که سر بر ناوقت شد برای ثبت برنامه گلشنبه واقعا خوشحال هستیم که همکار و دوست مثل سلیمان جان هدایت در کنار ما هستند و اینا را با خود داریم البته امروز اینا دست خالی نامدن و قسمی که شما در برنامه گلشنبه میبینین اینا مطالب بسیار خوب مطالب جالب بر ما و شما ارائه میکنن تقدیم میکنن امروز بازم ما خبر شدیم که یک مطلب خوب و جالب بر ما و شما به مناسبت اید و ای روزا آورده تشکر آقا مجیب جان ما رو گفتن دادم موضوع مخورده که دست خالی جای نرین راستی هم امروز چون اید است یک مطلبی که مرتبط به اید بود گفتیم شاید بر دوستا هم جالب باشه بخاطر از اینکه تازه دوستا شاید طرف نمازید روان باشن از نماز خلاص شده باشن و حج درباره یکی از مناسک است که اید قربان بدون از او اید قربان نیست از او خاطر اینکه درباره مراسم حج امسال یک مطلب کوتاه را داریم میشه که تصاویرش همکارا بگذارن و دربارهش صحبت بکنیم که امسال تابستان است و گرما در عربستان سعودی هم خیلی گرما خیلی شدید است همین را خانم دوستان میبینن پکای بزرگ گذاشتن که آب و آب خنک برای زایرین برسه و حداقل هوا یکم سردتر شود دما بسیار زیاد بلند است تا حدود 48 درجه سانتیگراد است بسیاری مجبور هستند برای خود آب بزنن و بس طرق مختلف استفاده کنند تا یکی در سایه قرار بگیرن و نه از گرما خود محافظت کرده بتانند احرام حاجی ها جامعه سفید را که میبینیم یک خوبیش همی است که رنگ سفید است یکمه که از گرمی خود محافظتشان میکنه ولی با وجود از اون هر کس یک وسیله دیگر حتما یک چتری یا کاغذ مثل که پیشتری دیم کوشش میکنن به او خود محافظت کنن و سر صورت خود آب هر لحظه میزنن اونجا یک خوبی است که در هر جای آب سرد همیشه ماندن یکی از تدابیری که هر سال میگیره نمی خوب است که حاجی هم از او راضی بودن امسال ولی واقعا یک سفر پر مشقت است یک سفر است که حاجی هم تر میبین آجی نامش تیسیر محمد الزواراز میگفت که با وجود گرمی زیاده که هست امکانات را که فراهم ساخته مملکت سعودی برشان از او راضی بودن که امکانات موجود بوده که تانستن از گرما یک همه که خود گفتیم شما بچ کنن ولی واقعا برشان کسایی که امسال به زیارت خانه کبی که هم نایل شدن برشان تبریک میگیم حجشان قبول درگاه خداوند باشه خداوند شما را برسانه بخیر آمین آمین, آمین. عالی واقعا مطلب عالی بود دیدنی بود بسیار زیاد تشکر هدایت صاحب که با مطلب خوب آمدین و ما تمام مشقتش و گرمیش قبول داریم خداوند همی زیارت حج نصیب ما کنه آمین و همین توانایی بر ما بده که ما آمین. بریم بخیر براتون دعا میکنیم سلیمان جان خو یک بار رفتن حاجی صاحب هستن انشالله که ما هم بریم بخیر البته ما به خاطر نامش نمیخوایم که حاجی شویم اما واقعا همی آرزو را دارم من میگم جیب جان خود که بری اگه تا رو در پیش نامت حاجی نشته نکنن اونجا نمیری حالا خامتو میگه بله یک نکته را ما میخوایم یادآور شوم که اگر ما امروز اینجا ششتیم و لبخند میزنیم و خنده میکنیم تمام هدف ما ای است که ما چند لحظه شما را شاد بسازیم این خنده و لبخند ما به این معنا نیست که ما
غمهای وطن خود، دردها و رنجهای وطن خود فراموش کردیم. همه ما واقعا از دل جان درک میکنیم، احساس میکنیم که امروز کشور ما در چی وضعیتی است، مردم ما در چی شرایط زندگی میکنه، چقدر فقر است، تنگدستی است و چقدر مشکلات است. و باور کنین که ما هر روز دعا میکنیم و آرزو میکنیم که انشالله که این مشکلات و این جنجالا از کشور ما دور شوه و مردم ما در رفاه، آسایش، در صلح واقعی زندگی کنن. و این روزهای مبارک عید واقعا جایش است که همون ما شما دست به دعا برداریم و برای آرامش مردم افغانستان دعا کنیم و انشاءالله که برسن به روزهای خوب. همگی ما یک جا روزهای خوب باز دوباره تجربه کنیم، در کنار هم دیگر در وطن زیبای خودمو بیاییم و یک جای نمی روزها را گل گلزار تجلیل کنیم و دیگه غمی نداشته باشیم، دیگه چرت از زیر نزنیم که سبا چی میشه و ای غم است، ای اندوه است، هیچ کدامش نباشه. بخیر شاد و شاد بتانیم که ایدهای مختلف تجلیل کنیم، روزهای خوش را تجلیل کنیم. از روزهای اید که یادآور میشیم، رسم و رواجهای مختلف در روزهای اید هم. سلیمان جان، خود چقدر این رسم و رواجا را به جا میکنیم، مثل ایدی دادن به کودکا؟ اول ما ایدی دادن بزور است پیش آدم میگیره نیر که کودکایش ناخ گفتی، حالا کودکش کی کشیده؟ ما یک کودک گفتم خیره دیگه. ما پشته نه، ما راستی پشته کودکانه کلانه فقط از ایدی دادن خودش یک رسم بسیار به نظر ما بسیار جالب بود. برای ما وقتی که خرد بودیم وقت برای ما بسیار ارزشش هم که زیادتر هم و یک منتظر می بودیم که میمانا بیای، خصوصا وقت برآمدن دیگه بوتوشان از پیشروشان نمیدیم، منتظر بودیم که نال دیگه حتما دست بجه میبرن و بخیر یک ایدی به نصیب ما میشه. ما مثلا در ایدایی که در کابل بودیم اکثرا کوشش میکردیم که روزایی که نزدیک اید بود حداقل یک پول نقد که نوتر باشه و گفتیم شما کاپی تازه باشه از اون میگرفتیم که حداقل اگه اونجا بریم تو پیسه قاق گفتیم شما برای قسامیدی از ما منطقه هر کسی دیگه میگرفت وقت از ما که میره میگرفتن میفتن دیگه ما حاجت گفتن هم نبود دیگه با دیدی میدین که میستاد میشدی میفهمیدی که خصوصا جایی به دید و وادید میرفتی حتما ایدی زمیمش بود. سحر دینی تو روزا باز اصرار امرایت نمیاری تا دی روزه که اید نبود هر روز هر طرف میرفتیم دخترک ما در بغل ما امروز که روز کمایی است او رو رخانه موندی ما برای چیز آنلاین روان نکنیم بودیم جانه بیاز اینجا خوب یک بانگک دارن میگن که پیسه نقد پیش ما نیست انال میتونین در اکاونت بانکی روان کنیم اکاونت روان میکنیم ما اینجا بسیار اینجا بسیار نقص میکنم اما تان عزیز و دم خدا بخیر باشین. قربانت سلیمان جان عزیز، بسیار خوشحال شدیم که در بخش اول برنامه شما را با خود داشتیم. دیگه برنامه ما را تبرکی ساختین شما. تشکر، زنده باشی. آرزوی ما این بود که همیشه اول نمره باشیم. تشکر از اینکه ما را دعوت کردین. بازم امرخم که سحر جان گفت و خودتان گفتی ما از غم و از غصه ای که مردم ما امروز دارن از او بیگانه نیستیم. چند لحظه ای که با شما هستیم دوستای عزیز کوشش میکنیم که امو لحظات را که با هم هستیم حداقل یک کمی غم غلط کنیم و کوشش بکنیم که چون عید است عید دیگه خواستیم شما هم یک چند لحظه لبخند بر لب داشته باشین. کم ما و کرم شما از راه دور بازم عید خوش، روزای عید خوش برای شما، برای خانوادهتان، برای دوستایتان آرزو میکنیم. بازم تشکر از شما که ما را دعوت کردین. تا دوستا بازم میگم اینو ما کرافتیم چیزی نخوردیم، مقصد پرودوسر برنامه شاید است. شما ویژه برنامه عید قربان را از آمو میبینین. صبح عیدی همه شما بخیر. صبح عید همه ما شما خیلی زیاد دوست داریم، اما آمادگی ها را، اما خانم ها مصروف پاکاری و آباده کردن سفره عیدی، مردا باز خود زیاد در روز فیشن میکنه، خود تیار میکنن دیگه زیاد هلاهو هلاهو خیلی زیاد است. واقعا صبح عید خیلی زیاد خوشایند است، حتما اقتداد میرن طرف نماز عیدی. بهرحال پیش آ پیش بازم عید قربان برتان تبریک میگیم دوستان. و در این بخش مهمان خیلی عزیز با خود داریم، آقای عمر صمد،
سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا، یکی از دیپلمات‌های مجرب کشور. آقای عمر، خیلی خوش آمدین به برنامه ایدی ما و ایدی شما مبارک باشه. تشکر. ایدی شما مبارک باشه از هر دو، از تمام همکارانتون و بالخصوص از طریق شما عید تمام مسلمانان جهان و از همه مهمتر البته هموطنان ما در داخل کشور، در خارج کشور، در هر جایی که هستن عید سعید ادها را، عید قربان برشان تبریک بگیم. میفهمم که صبح وقت افغانستان است. بله. امکان داره انوز مراسم نماز عید ادا نشده باشه، ولی به هر حال روز عید است و امیدوار هستیم که در صلح و صفا بگذره. بله. یک چیزی ما میخواییم سر یادآوری کنم که اگر دوتن عید باشه سر ما عید است. خدای نخواسته اگر دوتن یک خبر ناخوش باشه، وطندارای ما در هر گوشه دنیا که هستن همگی در غم و خوشی مردم عزیز ما در داخل افغانستان شریک هستیم و ایره انشالله که همگی میدانند. خب دوال میخواییم که از این قربانی شروع کنیم، از این قصه قربانی که بسیار خوشایند است. عید قربان یکی از خوبیا و خصوصیات دیگهش همین قربانی است. این که شما قربانی را امینجا میکنین یا این که پول قربانی را روان میکنین به افغانستان و در داخل افغانستان قربانی میکنین. سوال بسیار خوب. شخصا خود ما از مدت هاست که طرفدار از این بودیم که کمک و پول قربانی برای کسایی که در اونجا احتیاج دارن، ضرورت دارن، مخصوصا در چند سال اخیر خو ضروریات مردم بیشتر شده، به اونجا فرستاده شده. ولی خب همه ما خاطرات خوبی داریم از این روز مبارک و ایران فراموش نکنیم که البته ایران باید تبریک بگیم بر کسایی که فریضه حج ادا کردن. بله. چون حج میایه و عرفت تیر شد و آل عید رسیده، لحاظا او هم برشان حجشان قبول باشه و امروز هم بر مردم افغانستان امیدوار هستیم که یک روز بی خطر باشه و به خوشی بگذره برای همه. یک سوال که دیگه هم ببخشی سهر که حالا سهر از ایده که مزور هستم هر دقیقه نوبتش را گرفته میرم. نماسور زنا را کس نداره. نه نه از امی روابط شخصی استفاده میکنم. یک بخرم من متوجه ساختیم که ما میتیاد کنم. خواهش میکنم. سوال ما این بود که آیا گاهی خود شما ذبح کردین؟ خودم نکردیم ولی شاهد بودیم. مخصوصا در ایام طفولیت در خانه ما، خانه پدر کلانم بود خدا بیامرزه، در کارته 4 چندین بار شاهد بودیم. خب در او وقت کدام طفل می باشه یا نوجوان می باشه زیاد تاثیر نمی کنه، فکر می کنه آدم که خب جز امی عادات هست و هستم. ولی یک من فکر می کنم که از خود یک فلسفه داره، از خود یک معنا داره. ما شما داستان‌هایی که از هم در دین و در مذهب ما گنجانیده شده و قربانی را که در راه خداوند صورت گرفته ای را و ای را ما همه میدانیم که اهمیتش در چی است. لحاظا بله به یاد دارم ولی در این اواخر شاید نبودیم. در روز عید نصف منطقه قصاب میشن. بله بله بله. خوب است که هر کس بتونه یک کاری را انجام بده، کلان خدمت میکنه به خانواده، از یک چی میگم پیسه دیگه پیش میشن. از همه مهمتر این است که باز چیزی که پول باشه، گوشت باشه، غذا باشه، نان باشه، تقسیم میشه نی؟ بله. و از همسایه گرفته تا مخصوصا کسایی که نیازمند هستن و روزی است که ما باید با کسایی که ندارن، فقیر هستن، اونا به اصطلاح ما کمبغل هستن و اونا باید یک چیز داده شود که اونم خودش در اسلام اهمیتش در می است. چی مدت زمان میشه که از افغانستان دور هستین و عید در خارج از افغانستان تجلیل میکنین؟ خب ما در وقفه های مختلف در افغانستان هم بودیم، خارج از افغانستان هم بودیم. در 20 چند سال گذشته تقریبا 4 سال اول در افغانستان بودیم، بعد از البته تغییراتی که رونما شد
با آمدن حکومت موقت آقای کرزی، بعد از او من وظایف خارج داشتم، باز داخل، باز پس خارج، ولی قبل از او خب ایام طفولیت و جوانی را قسمت عمدهش در افغانستان تیر کردیم، چون ما خودم از یک فامیل دیپلماتیک آمدیم، پدرم هم دیپلمات بود، لحاظا یک مدت را من طفولیت خود در اروپا تیر کرده بودم، باز در افغانستان مکتبم در هم در اروپا خوانده بودم هم در داخل افغانستان، لحاظا یک زندگی ما یک کمی فرق داشت با سوری دیگرا. زندگیتان همیشه در رفت آمد بوده، اید در کدام جا زیادتر خوشایند بوده بر شما؟ وطن در افغانستان بدون شک خوشایندتر است. واقعا که ایدم در اونجا اید است. آقای صمد، آیا اوضاع سیاسی و خبرهای افغانستان هر روز شما دنبال میکنید؟ تا حدی که امکان داره ولی یعنی من فکر میکنم که قبل از اینکه در افغانستان بحران هایی که 45 سال قدامت داره شروع شده، من حتی دمو زمانم پیش از وام علاقمندی به خبر داشتم، به جریانات روز، به جریانات جهان، خبرهایی که در جهان تیر میشد به علاقمند بودم. بعد از اینکه در افغانستان البته مشکلات و بحران ها زیاد شد با کودتای بلخصوص کودتای کمونیست ها، بعد از اون دوره های مختلفی که آمد، من بیشتر نه تنها علاقمند بلکه فعالیت ما بیشتر شد، به یک دایه تبدیل شد، در جوانی هم به یک دایه تبدیل شد و باز بدتر هم. تا زمانی که من تصمیم گرفتم برم مثل شما وری ژورنالیست شوم و در اون وقتم قضایای افغانستان تعقیب میکردم، من یک رادیو را، یک رسانه را در امریکا تاسیس گذاشتم قبل از 11 سپتامبر سال 1996 تا 2001 به نام آزادی رادیو افغان ها، که بسیاری افغان هایی که در امریکا هستن به او آشنایی دارن و از اون طریق ما گزارش های افغانستان به سمت مردم میرساندیم. از طریق اینترنت که دو وقت بسیار شروعش بود، نو تولد شده بود وبسایت ها و اینترنت و اینا، ما خبررسانی میکردیم. بعدا با پس دوباره عودت ما به افغانستان در سال در اواخر سال 2001 بعد از کنفرانس بن که سخنگوی وزارت خارجه پس مقرر شدم و ایفای وظیفه میکردم برای چند سال، او کار مندار خاتمه پیدا کرد و کار دولتی شروع شد برای بار اول. آقای صمد، حالا که شما اوضاع سیاسی را و خبرهای روز هم دنبال میکنین، حالا این ملامت کی است؟ سلامت کی است؟ این باید از مردم بپرسیم. البته هر کس نظر خود داره، هر کس دیدگاه خود داره. من خودم فکر میکنم که در شرایط امروزی افغانستان چیزی که ما باید بکنیم، ما افغان ها باید همدیگر پذیری را بیشتر بسازیم از یک طرف، چون بسیار از هم متفرق شدیم متاسفانه. جنگ های 45 ساله، حوادث اخیر، در بعض موارد اطورم گفته میتونیم که رهبری ناسالم و عاقبت نااندیش، اینا همش و دست های داخلی و خارجی که خیر مردم، مصالح مردم و کشور مد نظر نداشتن، از اینا باید کلش بیاموزیم و یاموختن خودش یک پروسه است و این پروسه باید ما افغان ها باید بشینیم تو دور میز یا در روی زمین در دور دسترخوان، باید بشینیم درد دل کنیم، چیزی که در دل داریم بگوییم به هم دیگر و ببینیم که در کجا وجه مشترک داریم، در کجا ما میتونیم که پس امو وجه وطنی خود پیدا کنیم. یک کشور کثیر الاقوام است، کثیر الزبان است، حتی کثیر المذهب است، لحاظا من فکر میکنم که سر وحدت باید کار شود، نه ای که همه به یک فکر بوده میتونن. امروز طالب به کلی یک فکر خاص خود داره، کسای دیگه هستن که صدها مفکوره دیگه دارن برای کشور خود، جامعه خود، مردم خود، آینده خود. لحاظا چطور میشه که هم از گذشته بیاموزیم که تکرار نشه اشتباهات گذشته و هم میشه که شرایط امروزی و واقعیت‌های امروزی رو مد نظر بگیریم و به طرف اعتماد سازی حرکت کنیم، به طرف اجماع حرکت کنیم، به طرف از اینکه این وطن پس چطور بسازیم. اما باید طالب دیگرا را قبول کند، دیگرا هم قبول کنند که یک شرایط جدیدی آمده، جهان باید مشروعیت ببخشه، باید با خود ما مشروعیت داخلی کسب کنیم. چیزهای چالش های بسیار بزرگ روبروی ما است، باید از یک جای شروع کنیم، قدم به قدم پیش بریم. شما در حکومت قبلی مشاور هم بودین، امروز اگر بخواین که مشوره بتین به سران حکومت فعلی، چی مشوره خواد دادین؟ کوگوش جنوا مثل که مشورای ما بسیار فایده هم نکرده باشه،
چون ما به همینطور یک حالت فعلی قرار داره افغانستان، مخصوصا مردم افغانستان، مخصوصا مردم باید محور قرار بدیم. یکی از مشورهای ما این است که مردم در مجموع محور قرار بدیم. این موضوعات قوم و لسان اینا را تا حدی که امکان داره باید دامن نزنیم، ولی ایران بدانیم که یک گفتم یک کشوری است که در اینجا لسان‌های مختلف، اقوام مختلف برای هزارها سال زندگی کردند در پالوی هم دیگر، و پس چطور میشه که خانه مشترک همه شود. لحاظا مشوری می است که تعامل خوب است، ولی تعاملی باشه که هدفمند باشه، نتیجه داده بتونه، و در جایی که لازم است از حق و حقوق مردم باید دفاع کنیم. حق و حقوق مسلم، حق و حقوق اولیه و ابتدایی مردم، از زن و مرد افغانستان، از دختر افغانستان که باید به مکتب بره، از زن افغانستان که حق داره که کار بکنه، و از همه اقشار مردم. لذا برزی باید کار کرد، و این کار نمیشه که تنها یک طرف بکنه، باید همه اطراف دور میز به اصطلاح در روی زمین دور دسترخوان جمع شوید. آقای صمد، صحبت‌های شما بسیار آموزنده است و صحبت‌هایتان خیلی خوب است، قصه‌ها هم خیلی شیرین است. متاسفانه که فرصت گپا جدی شد در روز عید بود، گپا یک کمک چیتر میذاریم، اما نمیشه دیگه که ولی گپا را از این بحث هم نمیشه ما و شما دور بریم. هر جایی که بریم عید باشه نباشه، یک دفعه چون سرنوشت ما گری خورده به این موضوعات، سرنوشت مردم گری خورده، حتما بحث همون طرف میره. خب به هر حال امیدوار هستم که مردم افغانستان در آخر از روز عید، از برکت روز عید بخیر مستفید شوند، و در آینده نسل های نو، نسل جوان ما بتونه که یک آینده بهتر داشته باشه. بخیر انشاءالله. در پایان میخوایم گفتنی کوتاه شما را، پیام کوتاه شما را برای مردم افغانستان داشته باشم. لطف کردین. پیام ما امی است که ما خیرخواهشان هستیم، در داخل باشیم در خارج باشیم، و افغان ها من فکر میکنم که بسیار ما کیفیت های زیادی داریم به حیث یک ملت. بسیاری میگن ما ملت نیستیم، من فکر میکنم که هستیم، ولی ما ملتی هستیم که متاسفانه وجه مشترک خود از دست دادیم تا یک اندازه، او را باید پس پیدا بکنیم، سر ازی باید کار کرد. و دموکراسی معنیش هم است، وقتی که از دموکراسی که در دموکراسی همه مفکوره ها خوب و خراب، تند و شیرین و تیز و به اصطلاح هر مزه مفکوره های مختلف باید قابل قبول باشه، و مردم سالاری بالاخره مالدار به یک شکل از اشکال. و ایران فراموش نمیکنیم که مالدار چون بازم روز عید است که اسلام و فرهنگ ما مردم همیشه یک نقش و رول مهم بازی میکنه. سلامت باشین، لطف کردین در برنامه تشریف آوردین، واقعا زیاد خوشحال شدیم. خوش شدم. ممنون از تو که با ما همراه هستین. میان برنامه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. دوستانو بیا هم شرق لاست، تاسو د لوی اختر ځنګړې خبرونه د امو ټلویزیون لاره ګوري. ازانو په څو شیبو کې به د افغانستان خان آریان خان زمونږ سره میلمه وي، او نن یې مونږ تاسو ته یو ډېره شایسته ډالۍ هم راوړې ده. په پیل کې به لاړ شو دا شایسته ډالۍ به وګورو، له دې نه به وروسته د آریان خان سره خبرې وکړو. استا دور خوز مادا زدم خانی ما فرهادا شیرین استا دور خوز مادا زدم خانی ما فرهادا شیرین
ډیر خوند وکړه. سندرم خایسته وه او ویډیو یې هم ورته خایسته جوړه کړې وه او تاسو ماشاءالله خایسته ویلې وه او ښه هنرنمایي هم پکې کړې وه. مینایسته یو اکټر ډیر عالی و. ارن خان ورور خپرونې ته ښه راغلی او په پیل کې تاسو ته د اختر مبارکي وایم. اختر مبارک شه. ډیره مننه. ستاسو د اختر مبارک شي. ستاسو د اختر مبارک شي. عید شما مبارک. عید همه متنای عزیز مبارک. همه افغانایی که در سر جهان هستند، در هر کنج دنیا که هستند. او اگه شعر مریاد شوی که وطن هر کجایی که باشم، وطن گلخنت لالزارم، افغانم و افغانم و کنه در ایش وطن عشق تو افتخارم. نو اگه ایوادوالو تا اگه نریوالو تا چه مسلمانان دی اختر مبارکی ویم، پخاص توگ افغانانو تا بر افغانه عزیز، بر افغانه اصیل کشور ما مبارکی میتم. ایده قربانه و بر شما مبارکی. نو آدم خان درخانی خو خپل پویږي چې یو قصه و د مینی ډکه قصه و. خوب یک آهنگ عاشقانه با تصویر عاشقانه در مورد ازیم میشه که یک ذره صحبت بکنید. سابق از شیرین و فرهاد صحبت میکردند. آلدهی آهنگتان شما یک عاشق دیگر را جایگزین کردین. میشه که در این مورد هم گپ بزنید؟ آهنگ آدم خان درخانه یک انسپریشن است، یک قصه واقعی است، قصه تاریخی است از آدم خان و درخانه که در پشتونخوا میگن. در پاکستان یک بخش است که ما آنوز هم میگیم که لوی افغانستان دی زمونگ خوال پختونخوا ده. پا پختونخوا که دو عاشقان تیرشی وی لگه سنگه چی زمونگ پا جلال آباد لارو که کستا سودیاتی گی ده مومن خان و شیرینه قصه داسی په پښتونخوا کې د درخانه او د آدم خان قصه شته دی او هغه حقیقي قصه ده چې ډیر هیوادوال پوهیږي. ما غوښتل چې یو فیوژن جوړ کړم چې په دې شعر کې هم که پام دی آدم خان وایي که تا مینه کړې فرهاد نو مام مینه کړې زم ستا نه کم نه یم. ارن خان صاحب څه فکر کوئ، آیا په دې زمانه کې واقعي مینه پاکه مینه لکه د آدم خان او درخانه یا شیرین و فرهاد یا لیلی و مجنون واقعا شتون لري شته؟ دا د نزدې پاکه مینه ګوره کامیابۍ ته ورسېدل. مینه شته دی، مینه شته. زه په دې باور یم چې مینه شته دی، مینه ژوندۍ ده، تلپاتې مینه. لکه څنګه چې د لیلا مجنون مینه ده، د شیرین فرهاد او همداسې د آدم خان درخانې مومن خان همداسې مینه شته دی. مین باید دا خبره وکړي، مین باید داسې خبرې وکړي. هو، نو د مین د زړه نه باید سړی راشي که نه؟ بالکل همداسې ده. د مورد از یې آهنګ میخوایم یک کمک دیگه معلومات حاصل کنیم که د کجا ثبت شده، ویدیوش، آدیوش، در موردش صحبت کنیم.
والا ما میش آهنگای ما مجب جان رو میفهم علاقه مندای ما میفهم شاید خودت هم کم بفهمی که ما سر آهنگایم زیاد زحمت میکشم ما را چون ما سینماگر هستم از نظر یک سینماگر اکتور ما میبینیم که یک آهنگ برام یک کوه آری بلند معلوم میشه برام یک بلند کوی بلند که وقتی یک سوژه آهنگ ما میسازم برام بسیار مشکل تمام میشه و کوشش میکنیم که مو صحنه سازی شوه امور هم تصویر برداری شوه امور هم دکوریشن و لباس تا ما میکیاج دخترها را اگر ببینین میکیاج دخترها را امو پشتونه سابق یا افغانه سابق اگر متوجه باشی شکل قدیمی جور بله امو لباس ها دیگه ما کوشش کردیم و آهنگ سب کردیم بسیار زحمت کشیدیم و حالا بخیر ریلیز شده اون شما هم دیدین هماتون عزیز ما میبینم بسیار عالی خیلی عالی از جان آرین خان یک توفیه دیگه بر شما داره یک توفیه دی دیگه یک آهنگ زیبای عاشقانه به نام وصال اگر موافق باشن که این آهنگ امی لحظه بر ما اینجا در برنامه اجرا کنن ها درست است چرا نه عالی عالی دوستا این آهنگ زیبا را با هم میبینیم آرین خان همیشه آهنگای عاشقانه را خیلی زیبا میکنه بشنو واه 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 دیر خیلی دیر آهنگ شد
ډیر خوندي ډیر خوندي وکړه ډیر زیاته مننه کوم ارن خان له تاسو نه چې په دې ښه مبارک ورځ باندې په اختر کې راغلې زمونږ میلمه شوې او دوی ښایسته ډالۍ مو هم خپرونې ته راوړې وې واقعا ډیر خوندي وکړه خدای ما باد لره د دې په امید او ارمان به یې ارزو کې وطن مو آباد شوه و هم وطنای ما خوش باشه در هر کنج کنار دنیا که هستن حالا ما بازم برشان عید قربان تبریک میگم از دل پاک بر شما هم بسیار زیاد مبارکی او دبل دبل مبارکی یعنی هم د ماشوم گلالی ماشوم هم ستاسو د خوشحالی د ژوند چې هغه وخت سره لري او هم نشو لیدلې نو خدای مو آباد لره ډیر زیات مننه خاد ودان او سی خدای دی زمونږ وطن آباد کی سلامت باشین دکتر زیاد خوش آمدین خوشحال شدیم که شما رو در برنامه داشتیم عزیزای دل در کنار شما هستیم با مهمانان دیگری که در کنار ما خواهند بود بعد از یک وقفه کوتاه بینندگان عزیز بازم خوش آمدین به ویژه برنامه عید قربان ما مجیب عارض با سحر صفدری میزبان شما هستیم آرزو میکنم که عید خوب و خوش در پیشوری داشته باشین ما نهایت تلاش ما را میکنیم که انشالله چند دقیقه چند لحظه که با ما هستین بر شما خوش بگذره در این قسمت مهمان بسیار خوب و مهمان بسیار عزیز داریم چهره سرشناس که همه شما دوستش دارین با نامشان آشنایی دارین هنرپیشه مشهور سینمای افغانستان آقای سلیم شاهین مهمان ما است شاهین عزیز سلام به شما عید شما مبارک به نام خدای مهربان سلام و درود مجیب عزیز بر خودت و نطاق نازنین خواهر عزیزم و همچنان از طریق برنامه شما یا تلویزیون شما با تمام ملت افغانستان چی در داخل افغانستان است چی در خارج از افغانستان است فقط یک عید خوش از خداوند برشان آرزو میکنم موفق و کامیاب باشم سلامت باشین شما هستم بخیر باشین واقعا شاهین صاحب عزیز امروز بازم ثابت کردی با اینکه بارها ثابت کردی اما امروز بازم ثابت کردی که وطنت دوست داری مردمت دوست داری که امی لحظه من میفهم بسیار صبح وقت دان است اما شما بیدار شدین و خواستین که در خوشی مردم و در عید مردم شریک شوین زنده باد اونر پیشه باشه اینمی رقم شما آواره در افغانستان خود تکه تکه کده بودیم حالا در خارج هم را در میلانه میکنی یا برای شما هم پلوک پلوک شده رئیس عزیز تفقمی نه میفهم برای صبح وقت نزد بده این وقت برای نماز هم بیدار میشه ما چاره نداریم دیگه کل مردم پشتتان دق شده با او خاطر قربانتان هدفی هست دکتر عزیز نازنین من واقعیت دلم چنگ میزنه برای ملتم برای وطنم برای مردم نازنینی که روزها هیچی برنامه های بود سر مجیب گیگان سطلا و منداختم همو یادم میاید هی چی دوران هایی بود انشالله زندگی باشه باز سطلا یه و سرش چپه کنین والا همه ترگه پس باز ما میگم شه بگی خودم میگم شاهین صاحب شما و کل اگه نظر شد هم اگه تیت و پاشان شد اونر پیش هم دیگه هر کدامشان یک طرف رفت یکی یک طرف رفت دیگه طرف رفت اما تر است؟ ولا دیگه زندگی حامد ما خب آخرین نفر شاید بده باشم که از وطن 15 ماه بعد از رژیم آقای اشرف غنی ما آمدیم در اروپا بله از هنرپیشه‌های دیگه از دوستا از سینماگرا احوال دارین امرایشان در تماس هستین هر لحظه هر دقیقه کدیشان هستم اما کمکایم که برشان میشه یک تعداد هنرمندای فقیر مسکین بیچاره که و به بسیار پریشانی است واقعتم سینما نباشه تلویزیون نباشه فلم نباشه اقلا امی خوراک اولاداش نان او بسیار مشکل است برای سینماگرا دیگه کسا خود میتونه کراچیوانی خود کنه گزاره خود کنه یا یک شخص دیگه اما سینماگر که امروز
سینما بسته است، بسیار برشان مشکل است. من فکر میکنم بدون شک بر تمام مردم افغانستان این روزها بسیار مشکل سپری میشه، خصوصا بر هنرپیشه های ما. از ایام عید هم بیاین صحبت بکنیم که عید دور از وطن چطور میگذره، آیا عید میفهمین یا نمیفهمین؟ اما اینجا خود زیادتر معلوم نمیشه که عید باشه تا که وطن و وطندار رو نبینی. اشما چطور است؟ والا اینطور اگه صاحب از خوار عزیزم که تمام ملت افغانستان نه تنها در یک سال دو سال بلکه سالهای است که ماجر میشن و فقط مرچه واره بده، اما تو گای ایسو میریم گای ایسو میریم، هیچ معلوم نیست که اما مسیر ما کجا هست. اما ایده که شما ایتو فکر بکنین که در وطن نازنین ما در بین قوم و خش و مردم با شرف با عزت ما هیچ وجود نداره، ایده هم نداریم. در اروپا اگر از نگاه کارهای ما بگوین، اما کار ما ادامه داره، یک فیلم بسیار قوی به نام مهاجر به وطن البته تکمیل شده، 18 برنامه چایخانه را جور کردیم که هم قریب شما میتونید که از یوتیوب چینل ها ببینید. نام خدا، نام خدا. جناب شاهین خوب فعال است، فعال هستند، پرکار هستند. عالی عالی. شاهین صاحب، پس از آمدن طالبان اونا برای تولید برنامه، سریال ها و فیلم ها بعضی از محدودیت ها را وضع کردن. یکی از او محدودیت ها ای است که میگن زنها باید در سریال ها و در فیلم ها ظاهر نشن. آیا بدون دختر فیلم امکان داره که کسی فیلم تولید کنه؟ ما خدمتتان عرض شود که ما در امون مدتی که در افغانستان بودم 5 فیلم البته ما تولید داشتم دوران امی امارت اسلامی، که ما نتانستیم دختران را مجبور بچه را چادری پوشاندیم، بوتکای زنانه در پایش کردیم. اون فیلم به نام جنگ بس است، فرار از وطن و همچنان درد وطن و فیلم عشق برباد رفته و 420. 5 فیلم ما تکمیل کردم. والا دیدم که گزاره نمیشه از نگاه سینما، ما گزاره خودم نمیشه، اولادم چی رو بخوره؟ یک فامیل بزرگ بودم، دیگران نداشتم، بازم خانه آلمان آباد، از حکومتش، از مردمش که بسیار با عزت مرا اینجا خانه داده، عزت داده. و حالا تازه یک فیلم که تلویزیونش البته پیشنهاد شدیم و قرارداد کردیم، یک فیلمی که برای مهاجرینه، نه تنها افغانستان بلکه تمام مهاجرین کشورهایی که جنگ است و از اونجا میان مهاجر میشن و خانه نمیتن، ارتباط به خانه که چرا مهاجر که میان هزار کشوری که اینا دعوت میکنن باید برشان خانه داده شود، دیگه این یک پرابلم بسیار بزرگ است در اروپا. بله بله. شاهین صاحب، شما گفتین که در فیلمایتان در همی یک سال گذشته که شما در کابل بودین مجبور شدین که نقش زن به یک مرد بتین که بازی کنه. آیا بله. به نظر شما همی واقعا یک راه حل بود؟ مرد میتونه نقش زن بازی کنه؟ اون ناز و ادا میتونه از خود رویش خوب باید پوزش بسته باشه و بله چادری پدری دیگه، چادری از همون بوبوهای ما، از همون چادرهای مدر دوران امیر زنبیل، خب مجبور در سرش کنیم دیگه، صدایش هم زنانه البته دبنگ شوه دیگه، را نداشتیم دیگه. دو فیلم دیدیم که والا نه گزاره نمیشه مجیب عزیز، مجبور شدیم. نازنین، وطن خود برابر جان خود مردم دوست داره، تمام عالم دنیا رو بیتی با مو پس کوچای کابل والا که ما بتوم راستی ما میگم یکان تو خط میکنه نه، اما سلیم شاهین والا به ملت خود راست میگم مجیب عزیز، همه چیز داشتیم محمد. بله دیگه بدبخت شدیم فعلا. شاهین سه مرتبا خبر شدم که بسیار خاص، بسیار سپیشل و وی آی پی هم رفتی جرمنی. بله آه بله بله آه 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 ایره ما ایره انکار نمیکنم، ما
تشکری میکنم از محسن جان بخملباف، فیلمساز مشهور ایران، و همچنان صدیق برمک. این دو نفر نقش اساس داشت و انتقال ما بسیار با عزت با احترام، البته از صد پشت خانم بازم تو پاکستان، از پاکستان آمدم راستن میدان هوایی آلمان. و پیش از پیش که پیش از این که ما داخل آلمان شیم، یک 15 روز ما رو به خاطر تداوی و پیچکاری و گپا چک، بعد از اون باز خانه قبلا برای ما داده شده بود، یک خانه مستقل. فعلا ما همیالم گپ میزنم، این که ما از خاطر تو که دوست دارم، ملت خود دوست دارم، استراحت ما خود رو رسی نکردیم که باش که همی پیش موجیب کم نبیم، که برنامه داره همیش که ما محبت کرده، اگر در تلویزیون طلوع بودین و حوالین برنامه هایی که تاپ بود اولش ما بودیم، و همچنان در تمام تلویزیون ها. و سهر جانم یادش ما چی میاد نمه که برنامه چی بود که باشته آدینه روز بود چی بود؟ بله بله، اون اتاق تانم بیدم هر چیز که یاد ما برای شاهین صاحب شما و یاد ما هستین. غیبت ها، غیبت ها بند، به روز عید از شاهین صاحب مذاب میکنم هر جایی که باش آده باز سر صدایش بالا میشه. بخیر باشین عزیزان، آقای سلیم شاهین با ما هست و ما قصای زیاد دیگه هم با اینا داریم، اما حال یک وقفه کوتاه. در ادامه برنامه ایدی هستیم و اید همگی شما عزیزان باز هم مبارک باشه. شاهین صاحب همراه ما هستن، ادامه صحبت ها را با ایشان داریم. شاهین صاحب صدای ما را میشنوین؟ بلکل تو گوشای تیز داره. نام خدا، نام خدا، از امو انرژیتان خداوند بر ما هم نصیب کنه. شاهین صاحب دیر وقت است که زمزمه شما رو نشنیدیم، همیشه شما که می آمدین در برنامه بر ما زمزمه میکدین، یا سمین جانم بخیر که با زمزمه های شما رو هر دوی ما دوست داشتیم، انال میشه که بر ما و دوستایی که می بینن ما رو یک زمزمه داشته باشین. کدام آهنگ نو یاد گرفتی؟ البته آهنگ آلمانی مقصد نباشه دیگه. خیره بیاد سخی جان بخونه مجبور دیگه آهنگ. بسیار خوب، بسیار خوب. یادم پنجشنبه بود آمدی زیارت، با دو چشم خوشگله دل کردی غارت. یادم پنجشنبه بود آمدی زیارت، با دو چشم خوشگله دل کردی غارت. آخی تو سخی جان جای این حرفا نیست، نمیدونم چه میخوا بگو آت نه نه نه. آخی تو سخی جان جای این حرفا نیست، نمیدونم چه میخوا بگو منظور تو چیست. بگو آدرست کجاست تا بیام خواستگاری، بگو آدرست کجاست تو بیام خواستگاری. تو رو این سخی جون تو بهانه نیاری، تو خیابون صفا کوچه مهر و وفا، کلاس ازار عشق تو بیا خونه ما. تو خیابون صفا کوچه مهر و وفا، کلاس ازار عشق تو بیا خونه ما. عالی عالی، بسیار عالی است. یک چیزی که از شما خوشم میاد، شما واقعا از دل زمزمه میکنین و میفهم که با آوازخوانی هم عشق و علاقه خاص دارین. بسیار خوب شاهین صاحب، تشکر از اینکه این فرمایش شما را پذیرفتین و یه آهنگ زمزمه کردین. شاهین صاحب از در تیک تاک چی خبر هست؟ عریفا تو بابا کرد شما را در ملات قرآن تیک تاک نامش نگی که یک گالی هست، یک گالی هست. من میگم با قرآن دور از یک آن تا که بیدر چیزی که از این افغانستان خطا خورده به نیست که در موبایل های سنگ پای هم تیک تاک میرن. و به از دست امی خود یک جنگ هست، یک جنگ هست که جنگ به نیست که با قرآن امی جنگ سابق از یادت میرین. تو جنگ هست که راکت های به دست زبانی شروعست، فقط مذهب، دین، قومپرستی، یعنی به هم جوش رسیده که تو پشتون هستی، تو ازبک هستی، تو تاجیک هستی، تو هزاره هستی. اگر ما و شما کل ما یک خون یک صدا هستیم، کل ما افغان هستیم،
افتخار میکنیم به افغانیت ما. اما این تیک تاک خانه خراب کل ایجار بدبخت ساخته. من که ما بچه فلوشان هستم چقدر من یاد تیک تاک اذیت کردن، چقدر من میله کنن به خدا و قرآن. من نمیفهمم که جلو از این چرا گرفته خواست. شاهین سیب شخصیت های بسیار بزرگ هست، زبانی ترور میکنن. شاهین سیب شاهین سیب عزیز بدون سابق کردم توفنگ گپا ترور میشد، حال زبانی شروع شده سیب اتیاغال هست که پا پا پا. شاهین سیب شاهین سیب لاف و پف کلانه که در روزا شنیدین چی بوده؟ در تیک تاک میفهم که من از دست تو نجیب موجب دیوانه شدم. اگر تو مرا در چایخانه نمی بردی آل مرا یکچون پف میگفت، هرگر میزنم پف آل پف ما پیش از یا یک پورا نمی کنن تو پف میکنن که با خدا اینچه تو پف در کل عمرت نهیده باشی. این آزادی بیان در کجا رساندن؟ حالا آزادی بیان است کم است که دیگر را بخورن. بخیر باشی بخیر باشی. آزادی به این گفته که عزت به همه انسانهای روی زمین باید احترام شود. و اگر میخواهی که به در آزادی بیان باشه، کدام مشکل اگر داری نظر بده، پیشنهاد باشه، انتقاد باشه، انتقاد سالم. اینجا بیادر عکس تا پوکانه وار جور میکنن، بیادر چیزهای جور میکنن. خب از من سابق هم جور میکرد، چون که اگر دیده باشین در سینما هندستان هم از سلمان خان جور میکردن کارتونیگر و همچنان این محبتشان است. شاهین سیب این محبتشان است، از بخاطر از روی محبت هم رایتان شوخی میکنن. این چرا محبتش است؟ رابطه که پوکانه پوکانه هوایی جورت میکنن تو این محبت است. از برای خدا می سلیم شاهین لیاقت تذیره داره که مردم بیادر والا بلو که مرا بیادر دوست دارن، راستیان مرا دوست دارن، هرچی که میگن با خدا از دوستی است. چون منطقشون اینما قدر است، اینما قدر سویه دارن، اینما قدر سواد دارن، این از همین بالا دیگه گنجایش ندارن که برای ما محبت کنن. اگر توهین هم میکنن این همین سویه شون است. اگر هم هر چیز تشویق کردن از یا یعنی توهین کردن به ما هست، خلاص. و هم با بسیار محبت. تشکر شاهین سیب تشکر شاهین سیب عزیز. قصای باقی را میمانیم به برنامه بعدی. سلامت باشین از اینکه آمدین و در برنامه ما از راه دور شرکت کردین. خوش آرام باشین و عید خوب و خوش بر شما آرزو میکنیم. بازم ایدتان مبارک. تشکری میکنم مجیب عزیز، از خودت، از خواهر عزیزم و همچنان از تمام عزیزا و از تلویزیون زیبای خوب ما که صدای ما را برای مردم انعکاس میتن. ممنون و سپاسگزار از رئیسش، از کسایی که پشت البته تخنیکی سلامت باشید دایرکتر تمام پرودیسر. فقط ایده تبریک میگم از طریق تلویزیون شما باز هم یک عید پر از میمنت و صمیمیت و خوشی ها نصیب ملت افغانستان در هر گوشه دنیا که است آرزو میکنم. زنده باد افغانستان مستقل آزاد. خدای پامان نور جانه. خدای پامان شاهین سیب. خدای پامان آباد اوسه. سلامت باشین شاهین سیب، امرای ما بودن. انشالله که عید خوب و خوش داشته باشن در کنار وطندارای ما که خارج از کشور هستن. هموطنان عزیز ما هم برمیگردیم چند لحظه بعد با مهمانان عزیز دیگر بعد از میان برنامه کوتاه. عزیزان بازم خوش آمدین به ویژه برنامه عید قربان از تلویزیون آمو. در این بخش برنامه همکاران بسیار خوب ما، گویندگان و خبرنگاران موفق کشور، آسیبه جان ارتکپال و نازی جان هاشمیار مهمان ما هستند. بسیار زود خوش آمدین ارتکپال صاحب، هاشمیار صاحب، و عید شما هم مبارک باشه. و ماشاءالله چی یک تغییر را میبینم. اینی دیگه واقعا باید خبر شوه، این خبرساز است. شما ما هیچ وقت آسیبه ارتکپال در این لباس ندیدیم و همچنان نازی هاشمیار، همیشه شما لباس های رسمی وطن داشتین. خوش آمدین. نام خدا به تخته بزنم نظر نشه. بسیار مقبول میگه شما را. تشکر سرجان. بسیار تشکر از شما آرسه سرجان. خوش هستیم از اینکه عید را با شما هستیم. عید همه هموطنان ما مبارک باشه و عید بر شما مبارک باشه.
بگذارین مدامی آغاز یک کوتاه خاطره رو بگویم که من یادم است آخرین ایدی را که در کابل تجلیل کردم در یک برنامه با سحر جان دعوت بودیم در یک دفتر سابقه که کار میکردیم، این برای من بسیار یاد خاطره آورد. یاد خاطرات ما زیاد است از کشور عزیز ما، اما انشالله که این خاطرات باز دوباره با خود ببریم به افغانستان و باز دوباره برنامه های مختلف تبدیل باید این وقت یاد خاطر کردیم. هاشم یارتب تشکر مجیب جان، عید شما مبارک. سحر جان سلام به شما و دوستای عزیزی که ما را از طریق برنامه زیبای ایدی میبینن و خوشحال هستم که امروز در چنین روز خوشی در کنار شما عزیزان هستیم و تشکر از اینکه ما را دعوت کردین. عید شما مبارک و عید هموطنان عزیز مبارک باشه در هر کجایی که هستین. خدا کنه که جور صحت و سلامت و خوشی ها نصیبتان باشه انشاءالله. سحر امی در وطن ما شما میشه ما که خانه فامیلا و دوستا میریم باز امی کالها رو تبریکی میگن نه؟ کالایتون مبارک. اگر کسی کالا رو تبریکی نگوه بازگان تو میگه والا ناراحت میشه میگه چرا کالای ما تبریکی ندادی؟ متوجه نشده که کالای نو خریدیم از خاطر کار آدم میایه. آدیگه بگو خاطر جا داره که به اینا کالایشان هم تبریکی بگویم. لباسای شما مبارک باشه سحر جان، خوب مثل همیشه خوش ذوق و خوش سلیقه. سر لباسای زیبو هم ما رو تبا تبا کردن هر بار که شما اینا رو خوش سلیقه میبینین، یک زن خوش سلیقه میبینین باز از دل شوهرشان هم باید بیاین. خیر دیگه روزگار رو باید مصرف کنین دیگه، پا رو داشته دیگه ارزش داری. حالا اما تو میگه خدا از دلش خبر است. خوب است که ما یک خبر خوب از خبرنگارای ما بعد از دیر وقت بعد شنیدیم، او که رخصتی عید اعلان کردن و گفتن که فردا عید است. اونم خبر که آدم میشنوه باز دیگه اما راستی که عید میشه سر آدم به خاطر که همیشه زیاد خبرای خوب نبوده در افغانستان. گناه از یا خود نیست دیگه حالا این بیچاره خود خب دل ما را میکنن ما وقتی که میبینیم فکر میکنیم که کل گب در دست اینه این نفرا میگیم چی وقت باشه که ما از نزدیک ببینیمشان بگیم که یه خبر خوش خبر ما بتیم که نه تو عید است. شما منتظر کدام خبر هستین؟ ما منتظر این خبر هستیم که یک روز این پیام را بر مردم و این خبر را بر مردم بتیم که صلح آمده، ثبات آمده و مردم به مخواستی که دارن رسیدن. این واقعا یک خواست و خواهش همه شهروندان افغانستان و همه مردم ماست و ما همی امید را داریم که انشاءالله همی نوید را و همی خبر را برشان بتیم که به مخواستی که دارن که صلح و ثبات دائمی است رسیده افغانستان. بله بله واقعا سحر یک رابطه دیگه و یک قرابت دیگه ای دو مهمان ما برتان بگویم که اتکپال صاحب تهیه کننده نازجان هم هستن، تهیه کننده بخش خبر هستن و نازجان هم گوینده شان. این رابطه هم بین از اینا وجود داره. من میخوایم از نازجان پرسان کنم که آیا از تهیه کننده راضی هستین و چی چیزایی را میخواییم که تهیه کننده تغییر بده؟ والا مجیب جان الان میخواین دیگه که از مقایق خواهش میکنم. یکی از بهترین تجربه های کاری ما است که من فعلا در تلویزیون ملی سپری میکنم و آسیبه جان تلویزیون آمو ببخشین آمو دیگه آلا تلویزیون ملی هم هست دیگه تلویزیون ملی تشکر از اینکه آمو را ملی گفتین ما در این گپ خوشحال میشم. بله و آسیبه جان در تولید خبر هستن و همیشه کوشش میکنن بهترین خبرها را و رویدادهای واقعی را دنبال میکنیم. از برخوردش به عنوان تهیه کننده راضی هستی؟ گاهی اوقات یگان پتکه ها میشه یگان پتکه ها میشه که متوجه باش و پنج ثانیه آماده لایف این خبر باید یا او خبر، ولی باز هم ما چی میگن یک جا پیش میریم و کار تیمی است و کوشش میکنیم که امو بهترین و چی میگن تازه ترین اخبار و امو رویدادهای داغ دنبال بکنیم و رایش بکنیم. نه برعکس شما باید بشنویم از آسیبه جان که چی میگن.
ما هم خوش هستم از اینکه ما خبر را تهیه میکنیم و در کنارش شک گرداننده مثل نازیه جان داریم که او را به شیوه بسیار خوبش بر مردم راه میکنه. این یک گپ خوب است. نازیه جان از پتکه ها گفتن اول خوب یک خواست و خواهش است، اما خوبی نازیه جانی است که باز پتکه ها را تحمل میکنه و مقصر کی است مگم؟ مقصر تایم و تفاوت تایم و بعضی موارد دیگه است که مقصر تایم است، خیلی یک ذره تایم کش کنیم. ما تمام تلاش ما را میکنیم. خب تلویزیون یک آمو یک تلویزیون نو است. باز هم ما خوشبختانه موفق به این شدیم که به هر دو زبان کشور سرویس ها و یا مجموعه خبری داشته باشیم و تلاش کنیم که صدای مردم را برسانیم. ما شاید از محدود ترین رسانه ها و یا میتونیم بگیم که تنها رسانه در افغانستان باشیم که هر روز از داخل افغانستان صدای مردم را داریم و به مردم رسیدگی میشه و هم خواست هایشان و دیدگاهشان درباره وضعیت افغانستان همیشه از طریق خبرهای آمو شریک میشه. ما خبرها دنبال میکنیم، خبرهای آمو را همچنان برنامه کشما اجرا میکنین، برنامه سیاسی، برنامه ایام اتک پالسی و همچنان از نازیان هاشمیار که هفته دو سه روزی در برنامه موج هستن. واقعا خیلی عالی است بحثایی که شما دارین و نیاز است در این شرایط و در این روزا. یک سوال که از شما دارم میشه اتک پالسی، شما نظرتان بگوین، اگر نازیان هم میخواستن چیز اضافه کنن. قبلا همی خبرنگاران و گویندگان از سخنگویان و مقامات دولتی پیشین شکایت داشتن، میگفتن اینا واقعیت نمیگه، حرفای دقیق نمیگن و زیاد دروغ میگن. حال چطور؟ شما یک چند روز پیش با آقای ذبیح‌الله مجاهد هم مصاحبه داشتین و با مهمانان مختلف در برنامه بحث میکنین. آیا هنوزم امو دروغا ادامه داره و چی تغییر کرده؟ دروغ و راستش دیگه به گردن خودشان و قضاوتش با خداوند. یک دروغ سنج مجبور پیدا کنید که هر نیمان هر سوال جواب داد یک دفعه به دروغ سنج دروغ‌سنج مراجعه کنید. خوشبختانه بگویم یا چی، اما خوب است که ما توانستیم که مثل دوره گذشته در دفترهای گذشته که کار کرده بودیم همچنان مسئولان فعلی را، مسئولان طالبان را هم پاسخگو قرار بدیم. همواره با ما در ارائه اطلاعات همکاری کردن و به سوال های ما پاسخ دادن، اما خب او سطح توقعی را که ما داریم بسیار پایین است، به خاطر از اینکه به اندازه‌ای که باید وضعیت افغانستان واکاوی شود و برش بررسی شود و ما بتونیم که عمیق بپردازیم برش نشده، به خاطر از اینکه پاسخگو زیاد نیستند. اما ما میتونیم بگوییم که اون مشکلی که در گذشته بود برش افزوده شده و همچنان ادامه داره. خب در مورد کار شغلتان سوالات زیادی از کار خبرنگاری جالب است. میمانیم این بحث بخیر به برنامه دیگه میخوایم. حالا از این فرصت استفاده کنم در مورد زندگی شخصی شما کمی بفهمم. اتکبار صاحب شما و نازی جان شما حالت مدنیتان بر ما بگوین و برای میلیون ها بیننده که میل اعظم ما را میبینن. تذکرم مجرد هستین؟ یا متأهل هستین؟ با گفته یگام دوستان مجرد زاده شدیم و شاید مجرد هم نه مجرد نکنه. چرا نازی جان شما؟ خوشبختانه بگویم بدبختانه بگویم نمیفهمم. بله مجرد هستیم و هر دو حالتش خود این دخترای خوبه ببینین، این دخترای ماشاءالله مقبول هم از لحاظ صورت هم از لحاظ سیرت. ان شاء الله خداوند مهربان است، سختگیری شما نکنین. اکبر صاحب میخواین که ابی شاهزاده زندگیتون چی خصوصیاتی داشته باشه؟ بله همین برنامه شما شاید کمک کنه دیگه. آمدیم یک زمینه سازی کنه. خب من خودم شخصا همیشه کوشش کردیم که متحد به منافع ملی باشم و به کشور خود همیشه متحد بودیم و کوشش کردیم که بر مردم خود خدمت کنم. به هر حال خب هر کس مو گل خود داره، حالی شاید در ذهنم چیزی مورد خاصی نباشه، اما به هر صورتش یک فردی باشه که نیتش برای خودش، برای زندگی خودش و برای مردم خودش صاف و صادقانه باشه و در کنار از اینکه من میتونم به کشور خود خدمت کنم،
برای ما شانه بده و با هم یک جای کار کنیم. تا کسب سفید نبیارین دختر نمیدیم. مثل شما دو بزرگوار که با هم ازدواج کردین و در کنار هم هنوز هم در خدمت مردم هستین و کار میکنین برشان. بخیر باشین، بخیر باشین. نازی جان ذوق سلیقه‌ایش چی هست؟ والا مجیب جان از وقتی که ما کارش رو کردیم در رسانه اینقدر مصروف از زمین شدیم و این امیرا را دنبال کردیم که حالا شاید دیر نباشه، اما به یک نوع فراموش کردیم زندگی شخصی را و حالا اگر تصمیم باشه برای داشتن یک زندگی مشترک که بدون شک نیاز است، خب یک شخص باشه که مرا به چیزی که هستم بپذیره و احترام متقابل وجود داشته باشه از همه کرده، کار مرا احترام داشته باشه و در کل داشتن یک زندگی مشترک این می ابعادش است که آدم باید بسنجه تا که پایدار و سوادتر بانه. دیگه باز هم کدام چیز خاصی در ذهن من نیست، ولی از بعض از ویژگی هایی که باز او پیش خودم می باشه. وقتی که آمدین باز لست داده می شه. بله. هنوز خیلی جوان هستین، هنوز تشویش به هیچ وجه نکنید، اجبای تشویش نکنید. و به شما و به تمام جوان ها آرزو می کنم که به مراد دلشان و به عشقشان برسن. سن سال زمان هیچگاه مهم نیست، مهمی است که به مو شخص درست، به مو کسی که شما در ذهن دارین، به شخص درست شما برسین. بله دیگه. حالا من کم کم تجربه زندگی مشترک دارم، این حرفا را برتان میگم که انشالله باز یک زندگی خوب و خوش را به خیر داشته باشین. بسیار کسا خیلی زود عجله میکنن، احساساتی میشن، علم ما ماندم، علم سرم سفید شد، ریشم سفید شد. مجیب جان خوب یک پدر وکیل خوب میشه. مجیب جان باید پدر وکیل تو انتخاب کنیم. من خودم دیر ازدواج کردم، یعنی من منتظر بودم که بمو کسی را که میخوایم او را من پیدا کنم. قبل از ازدواج خودم دو برادرم که از من جوانتر بودن اونا ازدواج کردن، اما من هنوز منتظر بودم. بسیار صبر کردم، خیلی هنوزم جوان هستم. بخیر باشین، بعد از اون تصمیم گرفتم. سلامت باشین، روزا عید است دیگه، این بحثا خوشایند است، موضوعات خوشی است و موضوعات مورد علاقه جوانان امی موارد است. امی چند تا دخترها که یک جای میشه، چند تا بچه ها که یک جای میشه دیگه، این ازمی قصام میکنن. دقیقاً، چرا نه؟ زندگی ما بچه‌ها همه قصه را میکنیم، قصه شیرین است. در کنارش من میخوایم که از نازیه جان و عصیبه جان هم بپرسم که چقدر آمادگی برای عید گرفتین؟ کلچای عیدی در خانه پخته میکنین؟ همو خجور و گوش فیل و تو چیزا که هست عصیبه جان خودت جور میکنین در خانه؟ صاد خانه ما خود اینجا تنها زندگی میکنیم. راستش همو یک آمادگی اندکی که فقط یک مهمان بیاید و یک پذیرایی بسیار محترمانه و منظم از شوه به می اندازه کلچه و چیزانه آماده رفتیم خریدیم و نگفتی که کردیم. کوچه نگفتی که دکان سر کوچه خیلی یک کلچه خوب دارد کور توصیب کنیم. والا سر جان اید در وطن مزمیتا و هرچند حال دور استیم، ما کوشش میکنیم همینجا ما فضا را ایجاد بکنیم با دوستا و خصوصا با همکارای شما که الان اینجا هستین، دوستای ما که اینجا هستن، افغانای که اینجا هستن، ولی بازم عید در وطن مزه میده و تجلیلش در اوج بیشتر است و امیدوار هستم روزش ما دوباره برگردیم و بالاخره در وطن و با وطندار و با دوستا و اقارب نزدیک تجلیلش بکنیم. سلامت باشیم. بسیار از تشکر عصیبه جان اتکپال و نازی جان آشمیار از اینکه در ویژه برنامه عید قربان مهمان ما شدین، خیلی خوشحال شدیم. تشکر از دعوت. تشکر از شما آرس. جا داره که اگر فرصت باشه من کوتاه یک تشکری بکنم از اینکه میخوام این لحظه هم از کنترل روم اومدم. من یک تشکر خاص میکنم از همه همکاران ما که در دفترهای مختلف ما در بخش‌های مختلف جهان هستن، با ما همکاری میکنن، چی در کنترل روم و چی در بخش‌های دیگه. واقعا همه ما با در کنار هم تلاش میکنیم که آمو یک رسانه واقعا معتبر برای همه باشه و بتونیم که از طریق آمو اطلاعات، معلومات و خبرهای دقیق و برنامه‌های تفریحی خوب را نشر بکنیم. و تشکر از دعوتتان، عید خوب و خوش برشان خواهان است. سلامت باشین. بسیار زیاد خوش آمدین نازیه جان، عزیبه جان. انشالله که عید شما هم گل گلزار باشه. هموطنان عزیز در کنار شما عزیزان هستیم. بله سر جان، گفتم وقفه را اعلان نکنی به خاطر بار خطا شدم، به خاطر اینکه وقفه نداریم. در این بخش یک بسته تصویری را آماده کردیم
از ویدیوهای بسیار جالب و خیلی زیبای خانواده جعفری که پس از تماشای این بسته تصویری خانواده جعفری را در برنامه با خود بیداشته باشیم. زندگی چیست؟ خون دل خوردن. مرای جان. جان ما گل جان. امی تو از من میترسی یا نه؟ جان، من تو بترسم؟ دیگو کسیخ کردم. خب. زرفاخ شوشتم. آفره. اولاده را خودادم. خانه دارم جارو میکنم. میمان یک چاپی کردن دست و پای تو. چرا من تو بترسم؟ شیر است شیر. من میگم جان جور باشه. زنده باشی. اینه می تو بس. لنگیت به دنیا پیدا نمیشه. قربانت. ما تو شیر بودم و هستم و خواهیم بود انشالله. من تو شیر بمانک. جان جور. خانوادید لجور. بله. ببین. ما زن تخت تاخت کردیم. اگر تو 24 ساعت آینده 100 هزار افغانی بر ما نیاری 60 زن تا میبرم برات روان میکنم. تو رو بغورن. از راستی میگی؟ ها از راستی میگم. او لودی بیاخل. امی ما 60 زنم از کجا بشناسم؟ سرش برم روان کو. ای جیا. ار بغورن. دکتر چی گفت؟ خوب میشی یا نه؟ اولاگه تر بمانم. خود صبر کن. مخ خدا خو مهربانه که ما از این جگه سر به سلامت بیری شم. مردی تفتیده یا بس بس. برو. برو آزادی برو. شکوفه. بله. ما سودا خریدن میرم. چیزی خو کار نداری؟ نه چیزی نمیخوام. خب. صبر کن بیا اینجا. نه. ما یه گار ببینم تو خود در صد خو یادت نرفته. برو سیه. خود تو فکر کن که ما فروشنده زنم هستم. تو می یک چیز از پیشم میخری؟ آخو چی بخرم از پیشت؟ اینه می امی میخوام می نسوار بانی. آخو سیه. امیر میخواستم بخرم از پیش شما. تنها امیر میخواین؟ بله برای عشقم، برای جانم، برای نفسم، برای مادر اولادایم امیر میخرم. خب. خیکار پرداخت میکنین یا نقد؟ خیکار پرداخت میکنم که دستم با دستت نخورم. من دستم فقط با دست زنم، خانومم، زندگیم، نفسم میخورم. بکشین. جرت. خب بفرمایید. با زمین بمان. من نمیخوام که دستم با زنای غریبه بخورم. من دستم فقط با دست خانومم، نفسم، زندگیم، جانم، مادر اولادایم میخورم. خب بفرمایید. زنده باشی. تشکر. اینال میتانی که بوری با سودا. باور کو که شیر استی جان شیر. جان جور غربانت. خانیت آباد. خانی بابیت لاباد. غربانت. و زرمینا. بله شیر آقا. زرفار ششتی؟ آنم مگی زرفار ششتو. نان چی پخته کردی؟ نان امو دلت تو که خیمه خواهی سمبوسه خی پکاوره. اگه تو بگوی من تو هم پخته میکنم. توف دانیل چرا نشتی خانه رو بوی توف گرفته؟ نمی علیرم میشنم که من تو بل بزنه. کای دستو پای مر چاپی میکنی؟ این شو بخیر. بس بخیر. سم بیش میگود باش. تو تو دانه تو مزه داده. تو مزه می دادم به خانه شیر باشه جان جون. تو مزه داد. تو رو به خدا افته. ما یک دفعه با من کمی. ما یک دفعه ما سیاست بکنم. میخی خوب مزه می داد. اگر کاراخ همه تو خوب خوبش بکنی بس تا کاراخ تو می منم. بیشتر از یک دقیقه نباید بشه. بچیشم خانه جان بچیشم. فقط یک دفعه. یک دفعه فقط با من. بس آخه دیگه زود چگار رو تو بانیق بشو. همیاره با. مختار جان. جانم زرخونه جان. بیا اگه تو ما تو یک بازی چیشم پتنک بکنه. چی رقم؟ ما میرم پت میشم. اگه تو مر پیدا کردی باید برم یک سیت طلای عربی بخری. برو جان جور. بره بره وقت آماده شو. یا دو سه بیا. جی 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 زرغونه جان. الا زرغونه کجا شدی؟ الا خدا زنم غیب شده. الا آدمی با میکلانی رو اینجا تو نشدی؟ جند آمده سرگونه کجایی؟ خانه ما جند آمده. دل آقا؟ یو باز نان خود خانه رو به یک آل واویلا کردی. اولا اگه تر بمانم چشمای تر میکشم. و خفلی چده که بست خانه رو بابوی گلاب دادی. ممی گم جخ بیخی شور نخو. بسته کارای خانه رو خودم میکنم. تو فقط بخور و خوشو. به هیچی دست نزن دلاغایم. قربانی امو پایای بویدادیت لاما میشم. تو سالانه همه تو خوشو بیخی. برکت خدا جانی به هیچی بسیار و سفید دست نزن. قربانت میشم. تو شازادیم ای. واقعا بسیار جالب بسیار خنددار واقعیت های
زندگی زن و شوهری را چقدر خوب خانواده جعفری تمثیل میکنن در ویدیوهایشان، هم ما را خنده میتن، هم پیام های خوب داره ویدیوهایشان و چقدر ماشاءالله اینا خوب تمثیل میکنن. خوشبختانه خانواده جعفری را امیل عزه با طور آنلاین در برنامه با خود داریم و با ما وصل هستن. همچنان در استودیو هم یک میمان عزیز دیگه داریم، اسنا جان آرا، با اینا هم صحبت میکنیم. حالا چون خانواده جعفری از جای خیلی دور با ما وصل شدن، میخوایم که یک سلام تقدیم اینا کنم. ایام شریف، عید شما مبارک محسن جان عزیز و بانو جعفری. سلام مجید جان و خودت و حسنا جان همکار عزیزت، عید خود شما مبارک داخل ثواب عجیا و غزیا. سلامت باشین، عید شما هم مبارک. سلام خدمت شما سهر جان عزیز و مهمان نازنینتان و هموطنان عزیز کمیال بیننده ما هستند. انشاءالله یک عید خوب و خوش و خرمی را پیش رو داشته باشیم. بله محسن جان، چقدر واقعیت داره زندگی واقعی تان، زندگی شخصی تان چقدر نزدیکی داره با امی قصه هایی که شما می سازین؟ از کل باشه با یک رقم هست. دقیقا همه طرف مجید جان، ما زیادتری دوستا که طرف میریم در کنسرت ها و اینا که شرکت کرده بودیم، هموطن های ما میبینن زیاد به ما محبت میکنن و یعنی چقدر شما تا کاراکترتان طبیعی است، نرمال است. یعنی ما همه تو که در میدیا هستیم، همه تو در زندگی شخصی خودم هستیم. یعنی همه تو زده رو کندن وار، یعنی زده رو کندن کمتر است، ولی یعنی مثلا میش کتیا و مزاقه که تفریق میکنیم، یعنی با خانه و واقعیت همه تو هستیم. با وقت که زور زنها رو کس نداره، اگر کسایی که همسر دارن اگر میخواین زندگی خوب و شاد داشته باشن، به نظر من از محسن جان و از روش محسن جان باید پیروی کنن. من خیلی چیزا از شما یاد گرفتم محسن عزیز و تمرین کرده رئیستم که سحر از پیش من راضی باشه و کدام روز خدا نخواسته کدام ملاقه نخورم. بسیار گلگوی خوب هستن بر مجیب جان. مجیب جان سه کار باید درست انجام بدی. ظرفا رو خوب بشویی، لباسا رو یا مرختا رو خوب بشویی، بله. و اولادها رو خوب نگاه کنی، دیگه خلاص از زندگی خوش و خوشبخت است. یک کار دیگه هم من برات میگم که ایره فراموش نکنی، خب ایره اضافه کنی، چاپی خوب یاد نره. که ما از سحر جان گفت چپاک بگوی، چپاک هم گفت رسته بگوی، رسته دیگه اینه می تو گوی که دیگه زندگی کل و گل زن. قربان زبانتن، کاش که امونا رو عملی کنه. ولی مجید جان کاش زودتر هم رای خودت آشنا می شدم، برای یک مشاوره می دادم قبل از اینکه تصمیم ازدواج بگیری، خیلی برات خوب می ما مشوره تو نگرفتم. ما شما فکره که دیگر هم می خونه منه. اگر اشتباه نکنم مشوره تان خو این نبود که بهتر است که ازدواج به طویق بیاندازی تا کارا را خوب بیاد بگیری. دقیقا. خب شما با ما هستین اینجا، اسنا جان فعال رسانه‌های اجتماعی که بیشتر حتما در تیک تاک کسی که حساب داره با اینا آشنا هستن. اسنا آرا را هم خوش آمدید میگیم، ماشاءالله چقدر لباس مقبول پوشیده و چطو در نقش یک دختر خوب امروز اینجا آمده. خوب است دیگه، نام خدا قند، شیرین، نبات، عسل. واقعت یک سلام خاص بر شما مجیب جان قند و سهر جان نازنین، عیدتان مبارک باشه و یک سلام خاص به هموطنان عزیزم که چی در خارج از کشور هستند چی در افغانستان هستند، از صمیم قلب ایده برشان تبریک میگم. امیدوار هستم در کنار فامیل های عزیزتان خوب و خوش آرام باشین. سلامت باشی اسنای قند، بسیار لباس های مقبول، نام خدا باش با تختم بزنم که نظر بله. نشه. آیا در تیک تاک گاهی با خانواده جعفری سر خوردین، گاهی همراهشان گیم بازی کردین یا نه؟ در تیک تاک بعضی گیم هایی که بازی میشه من همراهشان بازی نکردم، مگم بسیار خوششان دارم، علاقمندشان هستم واقعا، از ویدوهایشان من خوشم میاد. ویدیوهایشون بسیار جالب است، اگر خاطر همگی تعقیب میکنن. حسنا جان از تیک تاک و رسانه‌های اجتماعی یادآور شدیم، حسنا جان در افغانستان
کار مدلینگ پیش می بردن. بله. و بعد از ای که مهاجرت کردن آل در صفات اجتماعی بیشتر دیده میشی، چقدر تاثیر کرده بالای زندگی شخصی خودت؟ سحر جان، ما فوکس اصلیم سر یوتیوب بود که در بین دو سه ماه وقت سابسکرایبر زیاد داشتم و بسیار بیننده زیاد داشت. تقریبا هر ویدیو ما 10,000-30,000 بیشتر از سابسکرایبر ما بود و متاسفانه از پیش ما هک کردن یوتیوب ما و یوتیوب بسیار یک آید، یک درآمد بسیار خوب است و یک سرگرمی است برای انسان و فعلا کوشش میکنم که به درسای خود برسم. کار زندگی است در اینجا، یعنی افغانستان است که آدم بیکار باشه و در خانه پدر چی داشته باشه. عالی عالی، موفق باشین اسنا جان. رسانه‌های اجتماعی همشان خوبی‌های خودم دارن اگر درست استفاده شود. البته بسیار چیزها را آدم میتونه از این رسانه‌ها بیاموزه، از بسیار ویدیوهای آموزنده و خوب در تیک تاک و در اینستاگرام، در فیسبوک و در یوتیوب است و همه تو خیلی سرگرم کننده هم است. بله. امروز گفت اول رسانه‌های اجتماعی میزنم مجیب جان. ما میخوایم کوتاه از فرصتی که داریم از محسن جان و از بانو جعفری پرسان کنم که در مورد زندگی شخصی خود بر ما بگوین. چقدر مدت میشه که ازدواج کردن؟ والا مجیب جان، از دلم بگم برات، والا یک 12 سال میشه ولی برات ایمانم کامل شده. ایمانم کامل. والا اسم میکنم که 40 سال از عمرم پیر شده. خیلی سخت. نه برادر، بانو جعفری متوجه هستین؟ نکته رو یادداشت کنین مقصد. یاد نشد. بخاله محسن جان مرهم تیار ماندی دیگه که بعد از این برنامه دیگه خود شما دیگه هم چوبه در دستش میدین. اما تو بر رضایت خود اولش کال میکرسم بخیر سر کار میرم باز تاشه و خدام لیربانه شاید دیدی خوش خوش شده. نه نه ما بدتر میشم و خوبتر نمیشم. بسیار عالی. شما در خانواده چند تن هستین خانم جعفری؟ ما 4 نفر هستیم. خود محسن خیلی تولد ما با مدت 8 سال میشه که با اتریش زندگی میکنه. ماشاءالله، بسیار عالی. همیشه خوش خوشحال و خوشبخت باشین. واقعا اما مردم دوستان داره و به می کارهای خوبتان، به ویدیوهای خوبتان ادامه بتین تا ای که یک درس عبرت باشه بر بسیاری از شهران دیگه. زنده باشین. بسیار زیاد خوش شدیم شما رو در برنامه داشتیم. بله. و همچنان از اسنا جان عزیز تشکری میکنیم از اینکه در برنامه تشریف آوردن با لباسای مقبولتان. تشکر. همچنان شما بسیار ناگفته نمانه که شما بسیار مقبول شدین. از روی برنامه دیده میرم که دل مرا بردین. سلامت باشی عزیزم. هموطنان عزیز، عید همگی شما عزیزان مبارک باشه و روزه گرفتین در روز عرفه، روزتان قبول، قربانیاتان قبول و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنین. عیدتان باز هم خوش و خوش بگذره. خدا نگهدارتان. فردا باز هم ساعت 8 صبح برمیگردیم و از طریق تلویزیون آمو در خدمت شما خواهد بودیم. فردا باز هم تماشای برنامه ما را فراموش نکنید. تا دیدار فردا، خدا نگهدار. عید خوش، روز خوش.